مرمت مسجد حمیدی در آفریقای جنوبی با همت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از آناتولی، آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا به مرمت مسجد حمیدی در جوهانسبورگ را که در اواسط قرن 19 ساخته شده و از سال 1980 در فهرست میراث فرهنگی قرار دارد پایان داد. آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه گفت هدف از این پروژه تقویت روابط تاریخی و فرهنگی بین ترکیه و جامعه مسلمانان آفریقای جنوبی است. آژانس مهاجرت سازمان ملل روز گذشته هشدار داد سودان در یک نقطه شکست فاجعه بار قرار دارد و ده ها هزار مرگ قابل پیشگیری به دلیل بحران‌های متعدد در انتظار مردم سودان است. سازمان بین المللی مهاجرت اظهار داشت قحطی و سیل به فهرست چالش‌های میلیون‌ها نفر در این کشور جنگ زده که در بحبوحه بزرگترین بحران آوارگی در جهان زندگی می‌کنند افزوده است. در همین راستا عثمان بیلیپسی مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در آژانس بین‌المللی مهاجرت گفت بدون واکنش فوری جهانی گسترده و هماهنگ در ماه‌های آینده شاهد ده‌ها هزار مرگ قابل پیشگیری در این کشور هستیم. ما در نقطه شکست هستیم، یک نقطه شکست فاجعه بار. و خبری از کشور آفریقای کنگو. به گفته مقامات محلی، شبه نظامیان متحد با گروه سنی‌های تندروی داعش دست کم 12 نفر را در چندین روستا در استان کیووی شمالی کشتند. گفتنی است حملات نیروهای دموکراتیک متفقین که گروهی شورشی مرتبط با سنی‌های تندروی داعش هستند اخیراً در این مناطق افزایش یافته است. جوان گذشته این گروه دست کم 40 نفر را در چندین روستا در شمال کیووو کشت. همچنین این گروه مظنون به قتل عام سال گذشته که در آن 41 نفر دانش آموز که در اوگاندا کشته شدند می باشد. وزارت دفاع ترکیه روز گذشته اعلام کرد که ارتش ترکیه در حملات هوایی که در شمال عراق انجام داده موفق به کشتن 17 عضو حزب کارگران کردستان PKK شده است. گفتنی است ترکیه به عنوان بخشی از تهاجم خود علیه شبه نظامیان PKK عملیات برون مرزی به نام قفل پنجره در عراق انجام داده است. شاید ذکر است PKK که از سال 1984 میلادی علیه دولت ترکیه دست به شورش زده است و دولت ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در پی تشدید درگیری بین ارتش آراکان و نیروهای نظامی در ایالت راخین، بیش از 13 هزار مسلمان روهینگیایی شهر ماوندانگ را تخلیه کردند. ارتش آراکان یا AA برای کنترل این شهر با نظامیان میانمار به شدت وارد جنگ شده و آن را آخرین تلاش برای تسلط بر ایالت راخین می داند. ساکنان شهر ماوندانگ می گویند بیشتر روهینگیایی های مسلمان شهر را تخلیه کرده و در پناهگاه های ارائه شده توسط ارتش آراکان AA اقامت دارند، در حالی که برخی دیگر نیز در حال آماده شدن برای رفتن به بنگلادش هستند. روزنامه پاکستانی دان روز سه‌شنبه 24 مرداد گزارش داده که در سه حمله جداگانه در ایالت بلوچستان دست کم 9 نفر از جمله یک مامور ارشد حکومتی کشته و شماری هم زخمی شدند. به گزارش این روزنامه در حمله نخست یک مقام محلی جان باخته و در حمله دومی که در ناحیه ستلایت تاون شهر کویت رخ داد 8 نفر از جمله یک زن کشته شدند. در سومین رویداد افراد موتورسیکلت سوار در ناحیه سراب شهر کویت با نارنجک که بر یک خودروی حامل دانشجویان یک کالج دختران حمله کردند. تلفات احتمالی این رویداد گزارش نشده است.
آژانس بین‌المللی کار سازمان ملل متحد می‌گوید نرخ بیکاری جوانان به پایین‌ترین حد در 15 سال اخیر رسیده است. این آژانس طی گزارشی که روز گذشته منتشر شد اظهار داشت تعداد جوانان بیکار در سطح جهان به کمترین میزان در 15 سال اخیر رسیده است. سارا الدو رئیس سازمان بین المللی کار گفت متاسفانه همچنان در آسیای شرقی نرخ بیکاری با 4.4% افزایش، کشورهای عربی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام با 1% افزایش، نرخ بیکاری در جوانان همچنان روبرو هستیم.